علاوه بر این از همه دولت‌ها و همچنین از ملل متحد می‌خواهم تکلیفات ضروری را برای تحقق این درخواست‌های مبرم فراهم کند. یک، تأمین و تضمین حفاظت اشرف توسط سازمان ملل و توسط دولت آمریکا که سلاح‌های مجاهدان اشرف را گردآوری نموده و در موافقت‌نامه با یکایک آنها تعهد حفاظت را تعیین تکلیف و سرانجام نهایی داده است. دو، آزادی بلادرنگ 6 گروگان مجروح و در حال اعتصاب. مجاهدان خلق بهمن طلوع، حسین عینی، مهدی غفوری، بابک کریمی، حمید ملکی و اسعر مهدی زاده. سه، بازگشودن در اشرف به روی هیئت ملل متحد و وکلا و پارلمانترها و خبرنگاران. چهار، تعیین یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب و تحقیق درباره حمله نیروی زمینی عراق به اشرف از سرکردگی فرماندهی نیرو از سوی شورای امنیت ملل متحد. پنج، بیرون کشیدن قوای مهاجم و سرکوبگر عراقی از اشرف. و شش، لغو محاصره ضد انسانی 28 ماهه و جمع کردن سویک مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و شکنجه مجاهدان اشرف، این هم با 240 بلندگو به طور شبانه روزی. یاران مقاومت، کارزار کبیر فروغ اشرف که در آن اشرف جانفشان و سربلند به اوج رسید، یک بار دیگر ثابت کرد که اشرف کانون استراتژیکی نبرد آزادی بخش مردم ایران و رژیم مطلقه است. این نبرد به اوج رسید و در این حال باید گفت که در این حال شروع دوران تازه است. این همه عواطف و همدردی و همبستگی نسبت به مقاومت مردم ایران و این انفجار خشم و بیزاری علیه رژیم آخوندها و دستنشاندگان آن در عراق، حاکی از موقعیت جدیدی در سراشیب سرنگونی رژیم آخوندها. در کولان همین کشاکش خونین، در اوج همین رنجها و آزمایشها و در دل توفانهای تنقیم، روشنایی فکر و آزادی دیده می شود. رژیم ولایت فقیه محکوم به انقراض و سرنگونی است و از این سرنوشت گریزی ندارد. این مقاومت و قیام آزادی بخش مردم ایران است که پیروز می شود. بی‌شک شما پیروز می شوید. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، سلام بر اشرف و سلام بر شهدای اشرف و بر اسرای اشرف.